اتفاقا این مال دعای سال برامون راحت تره، چون امروز آخر بود یه ساعتی اصلا سخنرانی بودیم، یه دفعه اونجا سخنرانی کردیم آماده. سوره هود فرمود خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من آیه رو بخونم بعد شما ببینید و بعد بریم. ببینید اگر منظورتون آیات آخره، مثلا از اینجا شروع میشه که قل للذین لا یؤمنون عملوا علی مکانتکم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون و لله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. همین است. همه آیات که خوندم بودش. آیه آخری رو منظورتونه ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبد و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعمل. کجاشو بگم؟ اونجا که خدا میگه غافل نیستم. باشه خب یه صلوات برسیم. من از وقتی که این روایت رو شنیدم، آخرین آیه سوره، وقتی که این روایت رو شنیدم، حالا از جوونی از بچگی که پیغمبر فرمودن شیبت نسورت و هود، یعنی موی سفید زود در محاسن رسول خدا دیده شد. خب ایشون در حالی هم که از دنیا میرفتن 63 ساله بودن اون وقتها، الان هم 63 سال اونجون چیزی نیست، الان اون وقتها خود سنام زیاد بود میشد. ولی مثلا رو حساب اون جزیرت و عرب و بدن ایشون قوی بود و اینا، زود محاسن سفیدی پیدا شد. گفتن شما زود موهاتون داره سفید میشه. فرمودن شیبت نی صورت هود، سوره هود منو پیرم کرد. لمکان فستقم کما عمرت و من تاب معک. آیه تو سوره هود هست که اون آیه دستور رو به رسول خدا میده، آیه 112 هست که فستقم کما عمرت، این دستورایی که بهت دادم 100% عمل کن بهش، باس باش. این گیری نداشت برای ایشون، چون این جای دیگر قرآن هم هستش، این غیر از سوره هود جای دیگه این دستور هست. یه جمله پشتش اون اونجا نیست، اینجا هست. فرمود این منو به من تاب معک، به من دستور داد اینایی که همراهت هستن اینا رو بکشون دنبال خودت. این کار سختی، من خودم میتونم آدم خوبی بشم، اما پسرم هم مثل خودم باشه بکنم خیلی سخت. تازه معلوم نیست پسر من تاب معک باشه، یعنی بنا داشته باشه همراه من بیاد. حالا فرض کنید کسی بنا داره، فرض کنید شما یه دوستانی دارید، دوست دارید هم دیگر رو، دلش میخواد که مثل شما بشه. من تاب معک معنیش اینه، یه کسی که واقعا دلش میخواد مثل بیار اونا رو همراه خودت. خیلی سخته، کار دیگران مشکلات داره. شما مسافرت که میخواید برید، یا خودتون یه ساعت خاصی میخواید سوار هواپیما بشید یا قطار برید، تنظیم میکنید پا میشید میرید، حالا میخواد به زن بچه برید، این حاضر نیست، اون کفشش گم شده، اون کلید معلوم نیست کجاست، حالا 6 روز پیشم گفتی ها، حالا میخوان برن، حالا همه چی و مصیبتی مشکل، یعنی اونجور که شما میشه طرف رسید اون نه قصه داره تا اینا را باید راه اندازی کنید. حالا این که خونه و یه مسافرت چیز خاصی نیست، این اعمال شرع و دین خیلی مسئله است. من تاب معک رو، اینایی که دلشون میخوان همراه تو باشن، اینا رو خرکش کن دنبال خودت، بکسلشون کن، یعنی بیار با این خیلی سخت. فرمود این منو پیرم کرد. من شیبت نسورت و هود لمکان فستقم کما عمرت و من تاب معک. یادم یه وقت مرحوم امام سخنرانی می فرمود همین جا رو، همین آیه رم خون، همین جمله رم فرمود، همین من تاب معک هم گفت. خیلی هم ناراحت بود تو تفسیر حفظ سوره رو، می گفت که چه مشکل بوده که مثل پیغمبر به اون عظمت رو پیر کرد. سوره هود خیلی مطلب شد حالا برای خود من، همه اون سوره هود رو قشنگ بخونیم همه جاشو،
مسائل متفاوتش رو همش حالا سوره سوره خیلی با عظمتی هست، حتی همه قرآن هم تو حالا سوره هود هم براش. اون وقت تو سوره ها که شما میرید هر سوره ویژگی داره، ویژگی های خاص خود اون سوره است. الان دانشمنداتون هم همطوره، مثلا شما برو 5-6 ماه با یه مرجعی شب و روز زندگی کن، خب آدم خوبی، حالا یکی دیگه شون میبینی یه ویژگی های اون داشت این نداره، یه ویژگی های اون داره اون نداره. ویژگی یعنی چیز خاص خودشه. حالا هر کسی یه صفاتی، حالا این سوره هم همینطوره. این سوره سوره خیلی با عظمتی است، یعنی همه قرآن هم اینو داره. اول شروعش بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب و نحکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. البته برات میگم، من این رو دارم میگم و به حساب به قول بنده خدا میگفت روغنداخش رو زیاد میکنم، این ربط داره به اون تفسیر آیه که میخوام بگم. این چون اون تش اینا به اونا ربط داره، اینا باید گفته بشه تا اون وقت جا بیفته. یعنی اصلا شروع سوره اینا میگه این کتاب تمام آیاتش محکمه. خب مثل من که بحث طلبم وضع روحیم میرزه به هم، برای اینکه من تو سوره آل عمران خوندم که خود قرآن میگه قرآن دو جور آیه داره. ایناش بسم الله الرحمن الرحیم هم سوره آل عمرانه، میفرمد هو الذی انزل علیک الکتاب، آیه 7ش هست. اون خداییست که بر تو کتاب فرستاد، منه آیات محکمات، یه آیات محکمی تو این قرآن هست، هن ام الکتاب، اونا اصل کتابن، و اخر و متشابهات، آیاتی توشه که متشابهه. متشابه یعنی دو جور سه جور شش جور معنا میده، معناهای یه جور نمیده. یا اینجوری هم میشه معنا کرد، اونجوری هم میشه معنا کرد، معناهای متفاوت. بعد خدا میفرماد اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونهایی که تو قلبشون اعوجاج هست، فیتبعون ما تشابه من، میان آیه قرآن رو مطابق میل خودشون ترجمه میکنن. اونی که میشه ترجمهش میکنن متشابهه، یا که چه ابتغاء الفتنه، اون هدفی که داره دنبالشون میگیره، و ابتغاء تعبیل، تعبیل بازگردوندن آیه، آیه رو به نفع خواسته خودش برمیگردونه. خب یه مصیبتی میشه که اون هر کس میتونه سوء استفاده کنه، خدا هم یه جلوش رو بست. و ما یعلم و تعبیله، آیه بخواد تعبیل بشه، یعنی از معنای که صاف لغته بگن منظور اینه، منظور اونه، اونو بگن تعبیل. تعبیل رو جز خدا و راسخون رو در علم نمیدونن. یعنی خدا که خوب میشه باش ما حرف بزنیم جواب نمیده، با خدا که ما ارتباط نداریم، این ارتباط پیغمبری که ما با خدا نداریم، میمونه راسخون در علم که چون خود پیغمبر ده آیه ده آیه برای همه مسلمان ها قرآن رو توضیح میداد، این کار رو میکردن، ده آیه ده آیه میگفتن برای همه و میگفتن همه مطالبشون. خب فهمیدن که این بلده، اینو خدا یادش داده. گفتن یا رسول الله، خب بعد از شما کی اینو برای ما تعویل میکنه متشابهاتش رو؟ که از علی بود، گفت بعد از من علی هست، امام حسن امام حسین هم بودن، گفت بعد از این دوتاست، و اسم ائمه رو تو امام زمان شمرد. فرمود این 13 نفر که از زهرا میاد، اینا با تعبیلات قرآن اینا میگن براتون، خدا به من یاد داده و منم اینا همه یاد دادم. اینا هرچی گفتن خودتون چیز نکنید که اون گمراهی دوش میاره. راسخونه در علم در واقع 14 معصوم هستن، اینا براتون تعبیل میکنن. خب پس فهمیدیم قرآن محکمات داره و متشابهات داره. اینجا که میگی که این کتاب همش محکمه، که خوی مشکلی شد برای من. کتاب احکمت آیاتو، او وقت خب حالا من شغلمه دیگه، کارم اینه. سوره زمر رو میخوندم، دیدم نوشته همه قرآن آیاتش متشابه. خب مشکل اومد رو مشکل. اونجا میگه دو جور آیه داره، محکمات و متشابهات. سوره هود میگه همه آیاتش محکمه، در سوره زمر حالا آیه رو میخونم براتون. بله اینه، آیه 23 هست. الله نزل احسن الحدیث، خداوند به تدریج فرو فرستاد این بهترین حدیث رو که قرآن باشه، کتابا متشابها،
این کتاب متشابه هستش، معانی متفاوتی برداشت میشه ازش. مثانیه، مثانی دو جور. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، بلرزه در میاد پوست کسانی که خشیت الهی دارند. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، اونی که آرامشون میکنه یاد خداست. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء. خب اینجور جاها که الان کار به اینجا کشید دیگه رفتن پلوی این راسخینه در علم که آقا چی کارش کنیم اینو؟ قرآن بالاخره محکمه، همش متشابه، یا بعضیش محکمه بعضیش متشابه. فرمودن اونجا که خدا میگه کتاب اون احکمت آیاتو، برای چارده معصوم تمام آیات محکم، اونا تشابه برای شده است، اونا اصل معنا رو بلدند، خود معنا رو میدونند، شکل هم ندارند. برای شماها کل قرآن متشابه، این سوره زمره، هر مقدار که از چارده معصوم یاد گرفتید محکم متشابه کدومه، حالا اون سوره آل عمران برای شماست. اونا گفتن اینا محکمه، دیگه یاد گرفتیم اون محکمشونه، مونیم متشابهش کدومه. اما دو دسته هستن که یکی ماهاییم یاد نگرفته همش متشابهه، یکیش هم چهارده معصومه همش محکمه برای اونا، دیگه میمونه حد وسط اینا که طلبن. هرچی رو یاد گرفتیم محکم کدوم متشابه، اون برای میشه سوره آل عمران. ببینید اگه اینجور اینا رو باز نمی کردن که خسر خود هم درگیری کارش کن. این سوره که الان اینجوری میخواست شروع بشه که این کتاب آیاتش محکمه، این چی میخواد گفته بشه؟ نکنه با خود اون چهارده تا داره این صحبت میکنه، یعنی توجه به اونا داره، این توناژ سوره رو میکشونه بالا. توی اتاق من با صدا بودم، یه مریضی که به من مربوط بود، اون مریض یعنی مادرم بود، دکتر داشت راجع به مریضیش صحبت میکرد، من تا اون دکتر با یه دکتر دیگه حرف میزد، چون به من ربط داشت با تمام وجود گوش میکردم، یه 80% حرفاشو نمیفهمده. لغت های دکتری میگفت، اونها رو نمیفهمده. ببینید ولی خب اون دکتری که میفهمید، اون که همکارش بود که خب چیزو. این کتاب الان داره اعلانش داره با دکتری دارن حرف میزنن، خدا داره با چهارده معصوم حرف میزنه. این احکمت آیاتو اونا هستند، یعنی خود سوره وقتی طرف اونا باشن، در تو اونا میگن حالا برام، ولی توناش خیلی خودش میکشونه بالا. اینا مسائلی هست ها، اینا مطالبی است که شروع شده کتاب. اون وقت فصلت ملدن حکیم خبیر، باز میکنه این قرآن رو کسی که حکیم و خبیر، یعنی خدا، اونا هم خدا یادشون داده. سوره به این گونه شروع میشه. یه مطالبی تو این سوره هست خیلی امید بخشه، خیلی، چون پشت این حکمت آیاتو خداوند تمام قرآن رو خلاصه کرده، میگه خلاصه این کتاب اگه بشی چهارده معصوم که تمام رو به طور احکام بفهمی، خلاصش اینه که الله تعبدو الا الله، غیر خدا هیچ کس رو نپرست. ها این یه مطلبی شده، میشه غیر خدا کسی رو نپرست؟ پرستیدن گوش به حرف کرد، مثلا شما تو رخت خواب خواب پاشدی، حالا گاهی آدم پامشه اول پامشه میشینه، مثلا حالا گاهی نشستن هم بی اختیاره، بعد تصمیم میگیره حالا چیکار کن، حالا اون بی اختیار که هیچ، الان میخوای پاشی، خودت میخوای پاشی، پس تو خود پرست هستی، زنت گفته پاشو، پس تو زن پرست هستی، شغلت میگه پاشو، پس شغل پرست هستی، مگه خدا بهت بگه پاشو؟ اون وقت خدا پرست. خیلی شوخی نداریم ما، فرمانو کی به تو میده؟ ای بابا، خب ای بابا نه، خب یاد بگید طبق تکلیفت عمل کن. تو الان که به خودت اومدی هیچ تکلیفی الان خدا برات نداره، تو این رساله ها که میخوندی الان تکلیفی، مثلا صبح بعد نماز بخونی، خب برای نماز دستور خداست، برای این خدا پرست، باش برو قضا نشه. توالت رفتن هم اگه انسان احتیاج داره مستحب، کراهت داره با حال نیازمندی دستشوی آدم نماز، خب برو دستشوی، اونم دستور شرعه، و بعد تطهیر کن خودتو مطابقه رساله ها، و بیا مطابقه این دستورات ببین، بعد غسل کنی، وضو بگیری، انجام بده و قبله، و برو همش دستور. نماز تموم شد، غذا میخوای بخوره، همینه دستور چیه؟ ولی خب انسان گرسنه، غذا میخواد، بعدم کاری داره، اون کارم طبق دستور باید بشه، خلاصه و و میشه که جوری باشه که همه کارامون خدا پرستی بشه؟ بله خب چرا نمیشه، شما تصمیم بگیر، یادم بگیر،
بنام بگذار گوش به هر جز قرآن حرف خدایش حرف رو گوش نکن. اون وقت نتیجه این کتاب میشه لا تعبدوا الا الله. یه مطلب رو بعد یاد بگیریم، اننی لکم منه بشیر و نذیر، اون دوتا لبی که حق داره باز بشه و از طرف خدا ما رو بشارت بده یا به ترسونه، فقط لبای محمد ابن عبدالله به درستی که منم برای شما، یعنی پیغمبر، از طرف خدا نذیر و بشیر. من میگم از چیا بترسید، به چیا دل ببند. اینم ایمانه دیگه. پس او لبها اون برای من مطلبه، دائما باید چشمام تو صورت اون آقا باشه، به فرمان او باشه باشه. بله خب باید باشه دیگه. از این قرآنم لبا اون اومد بیرون، اول بار خون نوشتم قرائت ایشون کردی، قرآن به قلبش نازل شده، ایشون هم قرائت کرد، دستوراتو دادن، هر چی ایشون میگن هر چی. و ان استغفروا ربکم، بعد شما در هر حال دو تا تکلیف جلو پاته، یکی مال گذشته است، یکی مال آینده است. گذشته ها به ما مربوطه، بله خب گذشته پرونده منه، اعوجاجاشو باید درست بکنم، حق باید بدم، برای من کارهایی از زمان قبل گردنمه. استغفروا ربکم یعنی بیاید گذشته هاتون رو اصلاح کن. ثم گذشته تقدم داره ها، اصلاحش بعد، توبو الی، از حالا به بعد تکلیفتون چیه؟ همون توبو الی، یعنی همون که خدا میگه بکن. تابع الله یعنی رو به خدا کردن، یعنی همون که خدا میگه. اگه کسی اینجور باشه که گذشته هاشو در فکر جبران باشه، جبران کنه و الان به بعدش هم هرچی خدا میگه، حالا خدا بهش داره قول میده یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. دو تا وعده خدا داد، اولا زندگی خوبی بهتون خدا میده، اینه دیگه، اینه که هرستری فرمود هرگز خدا عزت زندگی و راحت زندگی رو از احدی سلب نمی کنه مگر به گناهان خودش. اینم آیه قرآن. تو چرا فقط خدا رو نمی پرستی؟ چرا چشمات دائما به پیغمبر نیست، الگوی توست؟ و چرا گذشته تو جبران نمی کنی؟ و چرا تکلیف تو انجام نمیدی؟ اگه این کار رو بکنی حتما زندگی خوبی بهت میدن، تا اون عمری هم که بناس بمونی که خداوند مقدر کرده میرسوندت. اجل مسمى آخرین لحظه عمریست که ما خدا روزی کرده، ولی میتونیم با گناهان و معصیت ها اجل معلقش کنیم، یعنی زودتر بمیریم، اون گناه باعث میشه. پیغمبرتون از قبرستون رد میشد، نگاه کردن قبرها رو، فرمودن اکثر اینها به اجل معلق مردند، یعنی بنا بود بیشتر عمر کنند، با گناهانشون مرگ زودرس درست کردن برای خودشون. یه بار دیگه فرمودن در خلقت انسان ها اکثر به اجل معلق میمیره، این دیگه از آدم اول بشر تا قیامت، اکثر این مرگ ها اجل معلق، یعنی بنا بود بیشتر عمر کنه، خودش رو کشت، عمرش رو زود کرد. ببینه اینجاست اجل مسمى نیست. اجل مسمى کسی بهش میرسه که الله تعبدو الا الله باشه، توجه به رسول تمام معنا داشته باشه، گذشتش رو استغفار کنه، همیشه تکلیفش رو انجام بده. بهترین زمان اجل متاعن. یه نامه حضرت علی نوشتن محمد بن ابی بکر بر مردم مصر بخونه، نامه طولانی هم هستش، هست تو کتابای روایی هستش، تو اعمال شیخ مفید الان تو خونه من هست. یه کلاسی داشتیم، چون نامه خیلی محتواش خیلی عجیب، محتوای خوبی داره دیگه، من مثلا 20 خط 15 خط 10 خط من زیر و زبر میگفتم میذاشتم، کلاس بود اونجا دیگه، ترجمه و شرح میدادم براشون تا یاد بگیرن نامه، خیلی مطلب توش. چند تا از جملات اون نامه تو وصیت نامه خمینی هستش، خیلی نامه پر محتوا است، از این چند کلمات از اونجاست، از اون هست. حالا خیلی نامه توجهش عجیبه، مطالب جالبی توش هست. مثلا یکی از مطلبا که خیلی جالبه اینه، میفرماد هیچ کس نمیمیره تو اون نامه، هیچ کس،
مگر قبل از مرگ اگه بهشتی باشه خدا بهشتش رو نشونش میده و میبردش، اگه جهنمی هم باشه جهنمش رو نشونش میده و میبردش. مهمه ها دیگه، فقط خودش هم میبینه. یه کسی میگفتش که اگه یهو نگاه کردی دیدی گل و درخت و فضای عجیب خوب و زنای اوریان و فلا، اینا چی به بهشته؟ الان هم میمیری، چیزی نیست الان، این همینه دیگه، بر نمیگردی چون نشون بدن دیگه میبرد. اگر هم خدای نکرده برعکس که دیگه خوب است. این مهمه، خواه این اطلاعات خوبی است. اگه یهو دیدی که وضع عوض شد جلو رود، مثلا بهشت نشونه میدن، خیلی عجیب غریبه. اینقدر بهش شیفتگی داره که وقتی امام حسین نشونه اصحابش داد، فردا تو ضرب و جرها اثر صدمات تیر و شمشیر و اینا رو اصلا حس نمیکردن، اینقدر شیفته شده. اگه ببینی بهش چه خبر، منتها فقط دیگه میری نیستی. من میگم خوبیش اینه، بخوای اینجا که خبر نیست ببونیم اونجا بهتره، حالا شما بگو بعدیش اینه، ولی دیگه نگت نمیدارم. خواهی تو نامه هستش، خیلی تو نامه دستوری خدا، حالا اون زیاده این چیزی که براتون بگم، تو این قسمت آقا هست علی میفرماد بهترین خونه، بهترین مرکوب، بهترین لباس، بهترین زندگی رو خدا به اشخاص با تقوا میده. آیش هم که اینه داشتیم میخون جربه هست شد تو جلسه. آخه تو احالی اون جلسه ما هر کدوم خودشون روشون بده، همه خودشون مجتهد میدونن، یعنی با سواد که آقا بهترین، یعنی مثلا بهترین ماشین، مثلا من بهترین ماشین ایران مثلا نمیدونم قیمت ها که نمیدونم، اول شما بود قیمت چقدر، آقا گرونترین ماشین چقدر 400 میلیون، حال ماشین من 12 میلیون بیشتر نمیارزه. بهشون گفتم، گفتم من تو این نامه شکی ندارم، میدونم که اون کم بوده ماشینه، ولی بی تقوای خودمه. اونا گفتن نه نه اینجور نمیشه که آقا برا. گفتم با تو چرا خودت ملت میگیری که اون نامه هر خراب کنی، خودت غلط بگیری، اینا در جه رو بس. خیلی اصلا زیر بار نمیرفتن که. گفتم بابا به من چه، خب اینجا نوشته، خب من چیکار کنم؟ این اینجا نگو، اینجا گفته حسن، حسن یعنی خوب، اون این هم آیه دو و سه است، اونجا احسن بود، احسن با حسن فهم کنه. یه وقت میگن آیه خانومی هست خوشگله، خب باش. یه وقت میگن خوشگل ترینه، اون فهم کنه خیلی، اون احسن بود، اینجا حسنه. آیه خیلی درگیری نداشت، اون تو نامه احسن بودش. آخرش زیر بار نمیرفت. بابا خب من که پچ یکی اومد جمعش کنه، من دیدم که خیلی شلوغ شده زیر بار نمیبرن دیگه، خب ما ساکت شدیم. گفت یعنی به نسبت اون آدمه بهترینه. همه دیگه از آشنا من سهر جمعش کرد. ما دیگه دیدیم دعواس زیر بار که نمیبرن، ولش کردیم. حالا ایشو اینو میگه، ولی من قبول دارم اون نامه رو. ببینید این داره قول داده میشه، یا متعکم متاع ان حسنا، اینا جدی قضایاش، جدی قضایاش. حالا این یه وعده‌ای که خداوند اینجا داده، اون وقت چند تا پیغمبر ردیف کرده تو این سوره، هر کدوم از پیغمبرها رو به زبان اون پیغمبره به امتش قول داده که اگر شما گذشته رو استغفار کنید، نسبت به آیندم تائب باشید، توبه کنید، یعنی کاراتون دیگه درست باشه، اینو بهتون میدم. اون وقت داریم توی درسای حوزوی و خود آیات و اینا هم هستن، این روایات که هرچی قرآن میفرماد و هرچی تو کتابای آسمانی نازل شده اینا همه هستش. حالا اینا که اصلا تو خود قرآنه، درسته به زمان پیغمبر دیگه است، باشه، ولی هست تا قیامت هستش. مثلا الان من دارم نگاه میکنم یه بحث پیغمبر دیگری شروع میشه، اینو حوصله کنید ببینید. اونم همین دستور، پیغمبر آمده به قومش گفته که بیاید استغفار کنید، توبه کنید. مثلا حالا مال خود حضرت هود اینجا جلومه، چون چند تا پیغمبر جا مطره، از قول حضرت هود گفته حضرت هود به قومش که قوم من بیاید توبه کنید به سوی خدا و استغفار کنید. اومد چی بهتون اینه، یا قوم هود گفته استغفروا ربکم، بیاید استغفار کن، ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، بارندگی خیلی خوب انجام میگیره براتون. مطلبش دیگه اگه یه میبینید وضع بارون به هم خورد، حالا هر سال هر وقت گناهی واقع شده، این قرآن ها، قرآن دیگه شک و چیز نیست. الان تو همین کتاب تحریر الوسیله این مرحوم امام
نماز استسقا رو که داره فتوا میده، نماز استسقا نمازی است که میرن میخونن برای اینکه بارون بیاد. اومد تو خود اول شروع این نماز استسقا گفتهشون تقریبا دیگه گفته که کم بوده گناهان، بارون مال گناهانه. پس تو میخوام که تو رساله آمد اونجایی که دستور نماز استسقا بعدم چشمم بخورم میارم بر. نه اونا جواب دیگه داره، با گفته خداوند که کفار چون بناس آخرت بهشون داده نشه دنیا سرش باز میشه. چون الان تو زندانام که برید اینا که اعدامی هن دیگه به قضا مزم خوب بهشون میدن بخورن، چون فردا گله هست میگن بذار بخوره. اصلا اونا که هیکلشون گناه هست. بله خواه حالا بذارید اب ندار اینا ببینید تقصیر من هم صفحه 245. خوبه کار من اینه که این رو میخونم بعد شما با رساله ها درگیری برید بکنید. حالا من از رو بخونم فقط براتون. اینا نماز استسقا میفرمان نماز استسقا که قور انهاره نهرها فرو میره آبش کم میشه، فطور امطاره بارانها کم میباره و آسمان خلاصه بارانشو من میکنه، لعجل شیوع المعاصی، این به خاطر شیوع معصیت هاست، و کفران نعم به خاطر اینکه نعمت ها کفران میشه، و منع الحقوق حقوق منع میشه، و تطفیف فی المکیال و المیزان کم فروشی میشه، وزن ها دخالت میشه، و ظلم و القدر قدر حق بازی، و ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، منع زکات، حکم به غیر ما انزل الله و غیر ذالک، از چیزهایی که موجب غضب رحمان میشه که بعد باران نمیاد. اینم آیش که نوح داره به قومش میگه اگه شما استغفار کنید دستوراتون رو انجام بدید بارون رو کم نمیذاریم. اما حالا یه چیزی براتون میگم تعجب کنید، تعداد قطرات بارانی که از آسمان به زمین میاد هر سال یک قطره فرق نمیکنه از زمانی که بوده این بنا بوده باران بیاد تا قیامت. ولی اگه بناس باران خدا به مردم مرفسه به ابرها میگه تو دریاها ببارید، اون میبارونه، منتها شما که بخواد به ما نده میره تو دریاها میباره، اگه نمیخو بید اینجا ها ببارید. میخوام بگم از کیسه خدا، خدا کار خودشون میکنه، یعنی که خدا مثلا بارون نرفسده ذخیره کرده و از مالیش خوب شده او بارون هم میرفسه، منتها دستور میده میگه تو دریاها برید ببارید. این چه خبره چه داستانی. پس بارندگی و یزد کم قوتن الا قوت کم، اگه ما صحیح العمل باشیم هر روز قوی تر میشیم. اگه دیدی وضع مالید ضعیف شد، وضع هر ضعفی به رخ داد، برای کسی تعریف نکن وضعت خرابه، یه جا گناهی تو کاره، توبه نیست. شما تو این که خودت قرآن شک نیاره، تو خودت شک بیار، اینا دست نبوره فرموناش، چون خدا قولش رو داد یادش هم هست همیشه که یزد کم قوتن الا قوت. چه خبر این سوره. یا پیغمبر دیگه بعدش داره با مردم حرف میزنه، اینه صفحه این وره، فاستغفروا ثم توبوا الیه، این پیغمبر این طرف است، پیغمبر قوم عاد جناب صالح، ان ربی قریب مجیب، قالوا یا صالح، جناب صالح میگه اگه شما آدمی باشی که گذشته تو استغفار کنی، یعنی درست کنی بستن، و از حالا به بعد هم آدم میزونی باشی، قریب مجیب، مستجاب دعوه میشه، هر دعایی بکنی خدا مستجاب. کدوماتون باورتون اینه که هر دعایی بکنید خدا مستجاب میکنه؟ نمیخواد به من جواب بدید، برید تو اتاق تاریکی که حتی خودتون نمید، برید تو دلتون فکر کنید، آیا امید داری دعاتو خدا مستجاب کنه؟ کارت خرابه یه جاش، قرآن دروغ نمیگه، دروغ من و شما میگویم، کارت خرابه، شما در گذشته و حال خرابی داری، ولی قرآن وعدش رو داد، خدا یادش نرفته این حرفا رو. آن برش آیه 61 سوره بود. خیلی این حرفا هستش، آن یه همچه خبرهای اینجا هست، گفته شده این چیزها اینا که چرا باید بدونی دعات حتما مستجاب میشه، اگر نه یه جا کارت خراب. حالا من زیاد اینجا طولش ندم دیگه، من خیلی دلهوره میگردتون، فقط بریم سراغ این آیه آخری که دیگه وقتمون داره تموم میشه. آیه آخر ببینید جمع‌بندیه دیگه، قرآن خیلی کتاب عظیمیست، میفرماد ولی الله غیب السماوات و الارض، تمام اون چه که تو نمیبینی، نمیبینی غیب یعنی چیزیست که دیده تو پنهانه،
همه در نزد خدا، خداست، خدا همه چی میدونه، همه چی خدا میدونه. تک تک ما کی میمیریم میدونه، میدونه اصلا قبرامون کجاست، میدونه قیامت وضعمون چطوره، بهشت و جهنممون رو میدونه، همه چی رو میدونه. الیه یرجع الامر کله، این تیکه آیه اینقدر قلب آدم رو اطمینان میده. همه حرفا رو خدا باید ته خط حرفش رو بزنه، تمام امور کار دست اون میفته. خوشحال نیستید کار دست خدا میفته؟ همین کل امور آخرش او فرمان میده روش. من که راضیم کاملا، خدا درسته کارش. حالا اگه من کارم خراب و قدر کردم خراب، این کار خدا درست. الیه یرجع الامر کله، ببین چقدر آرامش انسان پیدا میکنه وقتی ایمان میاره به این حرف که همه کارا دست اونه. کله فعبده، حالا که اینجوره فقط گوش به حرف او بده. و توکل علیه، کارم به عهده او بذار، تو کارات دستورشو ببر، درو نمیخواد قصه چیز دیگر بخوره، همه چی ردیف میشه. و ما ربک بغافل عما تعملون، خدای تو از کارهایی که میکنید غافل نیست. من وقت بچه سن بودم دوست داشتم، شما زیر دست گفتم میشه مثلا تو آسمون تهران نوشته بشه و ما ربک بغافل عما تعملون، همه ببینند خدای لحظم از کارهای شما غافل نیست. خیلی آموزش شدیده ها. و ما ربک بغافل عما تعملون. اللهم صل على محمد. انشاءالله سال پربرکت و با خیر و انشاءالله سال ظهور حضرت صاحب بچه صلوات خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فيها بإذن ربهم من كل أم، سلام هي حتى مطلع الفن. ببركة القرآن صلوات خدمت. خورشید آسمان نبوت محمد منیر، چرخ نبوت محمد، سلطان تخت و تاج نبوت محمد. مرکز اون منور میشه به ذکر صلواتو. اعلم ز کل عالم و علام علم غیب، کنز علوم و معدن حکمت محمد. بر این حقیر در کشاکش محشر حراس نیست، چرا؟ چون شافعش به روز قیامت محمد. طبق فرماشی از کار خاتم کردن بسیار جالب و خوب بود. من یاد یه اشعار زیبایی افتادم: خوشا به حال اونایی که در این سال جدید خدا توفیق طاعت و بندگی بهشون میده، انشاءالله از خدا بخواهد. کریما ساحل کوی تو ام من، کریما ساحل کوی تو ام من، خریدار خم موی تو ام من. کریما ای کریما ای کریما، کریما ای کریما ای کریما، شده لو
شامل حال ما را صلوات نداره. سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چبانه. این اشعار حافظ و انشاءالله خدا نیمه های دل شب به هممون توفیق بده انشاءالله. سهرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چبانه نادم اقرام ره توش عظمه ز ملک هستیت کردم روانه. کریما ای کریما ای کریما شده لطف تو شامل حال ما را انشاءالله. ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه. نگار می فروشم اشبه ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه. کریما ای کریما ای کریما شده لطف تو شامل حال ما را خوشا جانی که جانان حسین. سال با محبت علی عبدالله زمان استجابت دعات همین حرفا رو زدن که آخرش یه جمله رو بگم. خوشا جانی که جانان حسین طبیب و درد و درمان حسین. از همه حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین. زمان استجابت دعاست حرف دل هممونه. این سال جدید خریدارم به عالم خانه ایران انشان خریدارم به عالم خانه ایران که صحن و سقف و ایوانش حسین شکر شیرین شود در نی ولی کن اگر نای و نیستان حسین. رسول اکرم فرمودن نبی مکرم اسلام حسین و منی و انا من حسین. اول سال و به محبت حسین فاطمه ایطور میگم آقا جانم چه خوش باشد که دل دارم تو باشی. علی سومون سوم یارم تو باشی. حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین. ممنون همه تونم استجابت همه دعاها. از همین جا هیئت محترم محبان و نبی عرضه بداریم صلی الله علیه یا عبا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای علیک منی سلام الله و دما بقی و بقی الليل و النهار و
رجاله الله خلال اهد من نیل زیارت هر جا نشستی با محبت حق دارامون فیض ببرم. السلام علی الحسین و علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این جمله باشه برای امسالمون. اللهم انی اسألک موجبات رحمته. یکی از موجبات رحمت خدا هر موقعی دعا رو بعد از تلاوت نماز مغرب وقتی دعا رو میخونی اللهم انی اسألک موجبات رحمته، یکی از موجبات رحمت واسعه حق تعالی فرج مکت ابن الحسن. از خدا هر موقعی موجبات رحمت فرج امام زمان تو دل دعا کنه. چقدر بچه تو دوست داریم؟ ببین همین اینقدر مولا تو دوست داریم؟ ارباب جونم بیا ابن الحسن. به دم الحسن، به دم الحسن، ده مرتبه بلند یا الله. خدا گذشت آینده ما رو به امام حسین ببخشد. خدا گذشت آینده ما رو به امام حسین ببخشد.